دوستایی عزیزم سلام به داد فلیکس خوش اومدین. خب کلمه اول هست courage. Courage یه اسم به معنای شهامت و شجاعت. Most players, they lack the courage in their convictions. بیشتر بازیکنا they یعنی همون بازیکنا لک یعنی از یه چیزی کمبود داشتن. کمبود شهامت در کانویکشنشون دارن Conviction یعنی باور و اعتقاد حالا اینجا چی میشه مثلا باور به اینکه این حرکت شطرنجی که دارم انجام میدم حرکت درستیه تنتتیو یه صفت به معنای مردد the key is not to be tentative رمزش در اینه که مردد نباشی کانفیدنس یه اسم به معنای اعتماد به نفس You have to play with absolute confidence. تو باید با نهایت اعتماد به نفس بازی کنی ابسولوت میشه کامل مطلق باید با اعتماد به نفس مطلق بازی کنی You know, I can tell the first move that someone's got that or whether they don't, just from how they move that first piece. What advice would you give to any young chess players who want to follow in your footsteps? Follow in someone's footsteps, یه عبارت یه اصطلاحه به معنای دنبال روی کردن از کسی. Footstep یعنی جای پا. بنابراین میشه دنبال کردن جای پای کسی. میشه همون دنبال روی کردن. پیس یه اسم به معنای قطعه و تکه حالا این قطعه میتونه مثلا یه تیکه از یه چیزی باشه مثل a piece of cake یه تیکه کیک حالا همونطوری که ما در زبان فارسی میگیم یک قطعه موسیقی در زبان انگلیسی هم همینطوره فقط اما برای موسیقی استفاده نمیشه برای سایر کارهای خلاق و هنری هم از همین پیس استفاده میشه حالا اگه شما جز اون افرادی باشین که ویدیوی رایا رو تماشا کردین دارین میشه خودتون فکر میکنین که این پیس معنیش میشد صلح حق با شماست یه پیس هم داریم که اونم معنیش صلحه به این کلماتی که دقیقا مثل هم تلفظ میشن اما دیکتشون و معنیشون با هم متفاوته میگن هموفون در تلفظ هر دوتای این کلمات لطفا توجه کنید که این ای رو باید ای بلند بخونید بگید پیس این ایش بلنده چون اگه کوتاه بگید معنیش عوض میشه write to read my book obviously um you know what i tell you get in shape you know, most people they think about chess players they think about people who look like you get in shape یا get into shape یه اصطلاحه به معنای رو فرم اومدن یعنی ورزش کنی بدن تو قوی کنی رو فرم بیای wait up found your reporter i see funny huh یه اسم به معنای خبرنگار و گزارشگر کلمه مشابه و نزدیکی که میتونید باش حفظ کنید هست ریپورت ریپورت میشه گزارش ما در زبان فارسی خودمون البته زبان فارسی که نیست ولی ما خودمون میگیم که راپورت کسی رو دادن این دقیقا همون ریپورته توشه. So توشه یه کلمه فرانسویه به معنای لمس کردن ببینین قیافش هم کاملا شبیه تاچه حالا در انگلیسی چطوری استفاده میشه وقتی که توی بحثی یه صحبتی یه نفر یه چیز جالب و باهوشانه ای میگه که بیشتر وقتا یه کمی کنایه مثلا توش داره به خصوص اگر همیشه نه اما به خصوص اگر اینطوری نشون بده به اون طرفی که داره باش بحث میکنه که اون نظرش غلطه این اینطوری توی این شرایط به اون طرف میگن توشه یعنی اینکه ایول گل گفتی خیلی خوب گفتی. Uh, uh, no, خب join یه فعل به معنای پیوستن کلمه مشابه و نزدیکی که میتونین باهاش حفظ کنین هست joint. joint یه، اگر که اسم باشه میشه مفصل یعنی زانو، آرنج اینا که مفصلا اینا جوینتن. البته فقط در بدن انسان نیست توی اشیا هم جایی که جایی که دو تا بخش از اون چیز به هم به وسیله یه چیز دیگه متصل شدن اونم جوینته. ولی اگر صفت باشه معنیش میشه توام و مشترک. به طور مثال میتونیم بگیم a joint statement یعنی یک بیانیه مشترک. That depends on "depend" یه فعل به معنای وابسته بودن حالا اینجا میگه که یه سوال ازت بپرسم میگه depends on whether or not the answer will give you an edge بازم اگه میخواین تلفظ بریتیش باشه باید بگید answer depends on whether or not the answer will give you an edge من قبلا هون ایج رو توضیح دادم تو یکی از ویدیو ولی واقعا یادم نمیاد کدوم ویدیو بوده به من این یعنی برتری داشتن if you have an edge یعنی نسبت به کسای دیگه یه برتری داری میگه که این بستگی به این داره که آیا اون جواب به تو برتری میده یا نه چون که این دوتا قراره که فرداش با هم مسابقه بدن رقیب همن خب بگذاریم حالا بریم سر کلمه مهم این جمله اونم ودره ودر weather؟ خب ما اگه بخوایم اینو یه جورای لوس به فارسی ترجمه کنیم میشه آیا حالا الان بیشتر براتون توضیح میدم وقتی که خودش رو به تنهایی توی جمله میاریم برای بیان تردید در انتخاب بین دو تا مثلا he seemed undecided whether to go or stay به نظر میرسید که تصمیم نگرفته که میخواد بره یا بمونه میتونیم بگیم به نظر میرسید که تصمیم نگرفته که آیا میخواد بره یا بمونه ببینید میتونین آیا رو بگید میتونید نگید به هر حال مفهوم جمله هر دو تا مفهوم هر دو تا جمله فارسی یکیه این ودر اینجا قرار گرفته که به شما بگه که در واقع اینجا انتخاب بین گو اورستیه ما معمولا از ودر در بیان سوالات غیر مستقیم استفاده می کنیم در سوالات غیر مستقیم حواستون باشه که ودر همیشه نه بیشتر اوقات میتونه با ایف جایگزین بشه در صورتی که جایگزین بشه در مفهوم هیچ گونه تفاوتی ایجاد نمیشه به طور مثال من میخوام زنگ بزنم به یه هتل ازشون بپرسم که آیا اتاقاشون همون هم داره یا نداره بنابراین سوال اورجینال چیه؟ Do the rooms have shower or not؟ حالا من میخوام این یه ذره غیر مستقیم تر بپرسم میگم که I want to find out whether or if the rooms have a shower or not من میخوام بدونم که آیا اتاقا دوش یا هموم دارن یا ندارن مثال بعدی We can't say whether tourism is harmful or beneficial. ما نمیتونیم بگیم که آیا توریسم مفید یا مزره. اما یه نکته مهم. گفتم که در بیشتر اوقات whether و if میتونید با هم رو عوض کنین این دوتا رو جایگزین هم بکنید. اما یه نکته مهم. اگر در جمله شما تو اینفینیتیو وجود داشته باشه یعنی تو به علاوه فعل شما اجازه ندارید از ایف استفاده کنید حتما باید از ودر استفاده کنید به طور مثال I'm not sure whether to get a new laptop من مطمئن نیستم که آیا یه دونه لپتاپ نو بگیرم یا نه نمیتونیم بگیم I'm not sure if to get a new laptop به خاطر چی به خاطر to get حالا مدل بعدی هست whether or که معمولا برای بیان دو تا انتخابه مثلا I can't decide whether to paint the wall green or blue. من نمیتونم تصمیم بگیرم که دیوار رو سبز کنم یا آبی کنم. She didn't know whether he was laughing or crying. اون نمیدونست که آیا اون داشت میخندید یا گریه میکرد. بازم laughing میشه تلفظ بریتیش. Laughing میشه آمریکایی. یه فرم دیگهش هست whether or not. Whether or not برای بیان اینه که اصلا مهم نیست. هیچ فرقی نمیکنه. مثلا He always said what he thought. whether it was polite or not. اون همیشه هر چیزی رو که فکر میکرد میگفت. مهم نبود که معدبانه باشه یا نباشه. I'm out of here whether you like it or not. من دارم میرم چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد. یه اشتباه رایجی که خیلی اتفاق میفته اینه که خیلی ها فکر میکنن توی اینجور شرایط میتونن whether رو با either جانشین کنن. در صورت این غلطه. مثلا We have to accept they are a part of our lives. Whether we like it or not. ما باید بپذیریم که اونا بخشی از زندگی ما ما چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم اینجا شما نمیتونید بگید either we like it or not. حتما باید بگید whether we like it or not. چون چرا چون whether or نات برای بیان اینه که مهم نیست فرقی نمیکنه خب دوستای عزیزم ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره بای